تو اعماق زمین، جایی که تاریخ و زمان به هم گره خوردن، داستان‌ها و راست‌های باستانی زیادی وجود داره و من تو ویدیوی امروز میخوام شما رو با داستان یکی از عجیب‌ترین و شگفت‌انگیزترین کشف‌های باستانی تاریخ آشنا کنم. داستان انسان‌هایی که به دست قدرتمند طبیعت مومیایی و حفظ شدن. خب اگه دوست دارید با اسرار و رازهای مردان نمکی ایران بیشتر آشنا بشید تا آخر ویدیو با من باشید. یادتون نره که ویدیو رو حتما لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون هم تو قسمت کامنت ها برام بنویسید. دمتون هم خیلی گرمه. بذارید بریم سراغ این ویدیوی جذاب. اینجا معدن نمک چهره آباد، جایی که طبیعت هنر دست خودش رو با استفاده از نمک به رخ ما انسان‌ها کشیده. بین سالهای 1372 تا 1386 تو معدن نمک چهرآباد که تو 75 کیلومتری زنجان قرار گرفته، 6 تا مومیایی باستانی که بین اونا جسد یک زن و یک پسر نوجوان هم وجود داشت، با انواع و اقسام ابزارها و وسیله‌های مختلفشون کشف شدن. مومیایی هایی که به مردان نمکی مشهور شدن و قدمت اونا به دو دوره تاریخی متفاوت ایران برمیگرده. طبق تحقیقات و بررسی هایی انجام شده، 3 تا از این مردهای نمکی به دوره طلایی تاریخ ایران، یعنی به زمان هخامنشیان برمیگردن و قدمتی تقریبا 2300 ساله دارن، و اما 2 تا دیگه از این مردان نمکی مربوط به اواخر دوره حکومت ساسانیان در ایران هستند، یعنی چیزی حدود 1500 تا 1700 سال قدمت دارن. جالبه بدونید که بر اساس کاوش‌های باستانشناسی مشخص شده که همه مومیایی‌های کشف شده از معدن چهرآباد کارگرها و معدنچی‌هایی بودند که به خاطر ریزش معدن کشته و مدفون شدند. این مسئله که بهتون گفتم خودش نشون دهنده 2 تا موضوع خیلی خیلی مهمه که جلوتر براتون توضیح میدم. اولین موضوع اینه که کاملا مشخصه که معدن چهرآباد توی 2300 سال گذشته حداقل 2 بار دچار حادثه و ریزش شده و این میتونه باستانشناسا رو امیدوار بکنه که با تحقیقات بیشتر و حفاری‌های بیشتر به مومیایی‌های طبیعی دیگه‌ای دست پیدا بکنن که مربوط به دوره‌های قبل‌تر از مردان نمکیه. و دومین موضوع اینه که این کشف باستانی بزرگ اطلاعات خیلی زیادی رو در مورد روش‌های باستانی استخراج معدن در ایران باستان به ما داده. در واقع بررسی وسایل استخراج و حفر معدن مردان نمکی و اطلاعاتی که از طریق آزمایش‌های کربن 14 به دست اومده نشون میده که معدن چهرآباد حداقل از قرن 5 قبل از میلاد، یعنی زمان هخامنشیان، تا قرن 5 بعد از میلاد و زمان حکومت ساسانی‌ها فعال بوده و از این معدن استفاده می‌شده. بر اساس این اطلاعات مشخص شده که کارگرهای باستانی ایرانی با استفاده از کلنگ و اتاقک زدن داخل معدن حفاری‌های خودشون را انجام می‌دادن. و جالب این رو هم بدونید که روش استخراج تو زمان هخامنشیان و ساسانیان با همدیگه متفاوت بوده. و اما بریم سراغ این 6 تا مومیایی کشف شده بی‌نظیر و اصلا ببینیم که چه اطلاعاتی در موردشون وجود داره. تو زمستون سال 1372 معدنچی ها با نیمتنه یک جسد روبرو شدن که ریش و موی بلندی داشت و یک گوشواره حلقه ای از جنس طلا تو گوش چپش بود. از تاریخ 6 اسفند سال 1372 تحقیقات و حفاری ها توی این منطقه شروع شد که نتیجه اون کشف یک سری چیزهای باستانی جالب متعلق به مرد نمکی شماره 1 بود، مثل یک ساق پا که توی یک چکمه چرمی بود، چند تا چاقو، شلوارک، پارچه های نقشدار و قطعات خرد شده استخون انسان. یک سری از باستانشناسان معتقدند که مرد نمکی شماره 1 احتمالاً از طبقه اشراف و شاهزاده ها بوده، چون که روی لباس اونها یک سری جواهرات و زیورالاتی پیدا شده که مخصوص این طبقه بوده. جالب بدونید که این باستانشناسان این فرضیه رو مطرح کردند که در واقع این اشراف زاده تو اون دوره از یک کسی یا چیزی فرار میکرده که به این غار پناه آورده و توی یک حادثه‌ای جون خودش رو از دست داده. متاسفانه با وجود یه همچین کشف بزرگی تو سال 72 هیچ تلاشی برای تعطیل کردن معدن یا حداقل تعطیل کردن استخراج مکانیکی صورت نگرفت و دقیقاً 11 سال بعد از این قضیه معدنچیایی که مشغول کار با بولدوزر توی معدن چهرآباد بودن دوباره با یه همچین صحنه‌ای روبرو شدن، ولی این بار مرد نمکی شماره 2 خیلی خوش شانس نبود و متاسفانه به خاطر کار با بولدوزر تا حد زیادی متلاشی شده بود.
با تلاش معدنچی ها قسمت‌هایی از بقایای انسانی تیکه تیکه شده مرد نمکی شماره 2 و یک سری اشیای باستانی به اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان منتقل شد. طبق تحقیقات و بررسی‌های اولیه مشخص شد که این مومیای متعلق به یک مرد میانسال با میانگین قد 180 سانتی متر بوده که تو جریان ریزش دیواره‌ها و سقف تونل کشته شده بود. سومین کشف بزرگ تو معدن چهرآباد دقیقاً مثل مرد نمکی شماره 2 به صورت اتفاقی و تو همون سال 1383 و توسط بولدوزر کشف شد. جسد این مومیایی به خاطر سقوط یک صخره خیلی بزرگ نمک و از طرف دیگه کشف اون توسط بولدوزر به صورت کامل متلاشی شده بود و در واقع چیزی که به اون مرد نمکی شماره 3 گفته میشه بقایای استخون، لباس و قسمت‌هایی از بافت نرم یک انسانه. مرد نمکی شماره 4 سالمترین و کاملترین جسد نمکی به دست اومده از معدن چهرآباد که شامل مجموعه ای از استخونها و بافت نرمیه که به خاطر از دست دادن آب بدن کاملا خوش شده. بر اساس تحقیقات انجام گرفته مشخص شده که این مومیایی طبیعی در واقع جسد یک پسر جوانی بوده که وقتی جون خودش رو از دست داده تقریبا چیزی حدود 16 سال سن داشته. جالبه بدونید که موهای سر این پسر کوتاه و خرمای رنگ بوده، توی گوشهاش حلقه های فلزی داشته و قد اون چیزی بین 170 تا 175 سانتی متر بوده. همراه مرد نمکی شماره 4 یک چاقوی فلزی با دسته استخونی و دو تا کوزه سفالی سالم هم کشف شده. از ویژگی های مهم مرد نمکی شماره 4 میتونیم به لباس کاملی که تنشه اشاره بکنیم که شامل یک بالاپوش بلند، یک شلوار و کفش چرمی میشه که میتونه اطلاعات خیلی کامل و جامعی رو در مورد مردم ایران تو دوره های باستان به ما بده. جالب اینو بدونید که مرد نمکی شماره 5 در حالی کشف شد که بجز سرش بقیه قسمت های بدن زیر سخته و سنگ های آواری بزرگ قرار گرفته بود. متاسفانه بیشتر بافت بدن مرد نمکی شماره 5 پوسیده و از بین رفته بود و بافت نرم بدن اون فقط تو قسمت‌های کمی از بدنش باقی مونده بود. جالبه بدونید که دلیل اصلی پوسیدگی مرد نمکی شماره 5 بیشتر به شرایط محیطی که این مومیایی توی اون قرار گرفته برمیگرده. در واقع کم بودن میزان نمک توی این قسمت از معدن چهرآباد و نفوذ آب از بالای کوه به این بخش از معدن از دلایل اصلی پوسیده شدن زیاد مرد نمکی شماره 5 به حساب میاد. و اما ششمین جسد مومیایی مرد نمکی تو سال 1386 به خاطر بارندگی ها و شستشوی نمک در نزدیکی محل کشف مرد نمکی شماره 2 پیدا شد. اما جالب اینو بدونید که به خاطر نبودن مجوز حفاری و مشکلاتی که تو نگهداری از اون وجود داشت این مومیایی یعنی مرد نمکی شماره 6 تا به امروز بیرون کشیده نشده و هنوزم تو آرامگاه خودش و توی نمک باقی مونده. از مهمترین و البته نادرترین اشیای باستانی که توی معدن چهرآباد کشف شده میتونن به ابزارالات چوبی، لباسها و پارچه‌های همراه این مومیایی‌ها اشاره کنم. از اونجایی که وسیله‌های چوبی و پارچه‌ها خیلی کم و به ندرت پیش اومده که در برابر فرسایش بتونن مقاومت کنن و حفظ بشن، این کشف‌های باستانی واقعاً با ارزش و مهم هستن. جالبه بدونید که نمونه مشابه پارچه‌های کشف شده توی این مکان باستانی تو هیچ جای دنیا وجود نداره و یا تا به امروز کشف نشده. پارچه‌هایی که با قدمتی بیشتر از 2300 سال به صورت دولا و با بافت ریز و با استفاده از رنگ‌های گیاهی ساخته شدن. جالب اینو بدونید که بررسی‌های انگلی که روی مدفوع فسیل شده مردای نمکی انجام شده اطلاعات واقعا شگفت‌انگیزی رو در مورد نوع خورد و خوراک و رژیم مردم ایران باستان در اختیار باستانشناسا و دانشمندا قرار داده. به عنوان مثال طبق تحقیقات انجام شده روی یکی از مردان نمکی که تقریبا مربوط به 2200 سال قبل بوده مشخص شده که تو دستگاه گوارش این مومیایی تخم کرم کدو وجود داره که نشون میده توی اون دوره استفاده از گوشت کم پخته شده یا خامخاری رواج داشته.
خلاصه باید بهتون بگم که مردان نمکی ایران یکی از بزرگترین و مهمترین کشفای باستانی تاریخ و دنیا به حساب میاد و واقعا ارزشمندن. خب امیدوارم که از این ویدیو کلی لذت برده باشید. اگه اینجوری بود حتما ویدیو رو لایک کنید و پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو هم از دست ندید تا با هم یک نگاهی بندازیم به چند تا از مکانهای اسرارآمیز و عجیب ایران. دمتونم خیلی گرمه، بدونید که خیلی خیلی زیاد دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی مخلص همتونم هستم. خدا نگهدار.